عقل اون نیروی قدسی و شعور قدسی باطنی است که ویژگی اولش این است در روایات ماست که اول مخلوق خداست، یعنی اولین مخلوقی که خدا خلق کرد و در باطن بشر قرار داد عقل است. این یعنی چی؟ یعنی آیان عقل در وجود بشر اصالت دارد؟ باطن ما، اون وجود ما، اون چیزی که درش اصالت داره عقله. بناء بشر بر عقلانیت اول بنا نهاده شده. این یه ویژگیش. ویژگی دومی که عقل دارد این است که خدای متعال این نیروی مرموز و شعور مرموز باطنی رو از نور خودش آفرید. یک موجود نورانی است، یک نیروی نورانی است. ببینید امام صادق علیه السلام در اصول کافی مراجعه بفرمایید این روایت رو، خیلی مهمه. میفرماید ان الله خلق العقل، پس عقل مخلوق است. و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره، اون اولین مخلوقی است که خدا از نور خودش آفرید. خب این اشاره به چی میخواد بکند؟ اشاره به این میخواد بکند که عقل که از نور خدا آفریده شده کارش روشنگریه. هر جا که عقل باشد اونجا رو روشن میکنه، باطن آدم رو روشن میکنه، راه رو روشن میکنه، هدف رو روشن میکنه، راه سعادت رو با روشنگریش به آدم نشون میده، راه کمال رو، راه بندگی رو، راه بهشت رو، راه رشد رو. کار عقل روشنگری است، هدایت است به عنوان حجت باطنی. ویژگی سومی که عقل داره اینه که در روایات ما آمده، عقل دائما ملازم با حق است. عقل هیچ وقت از حق جدا نمیشه، همیشه با حقه. در مقابل حق خاضعه، در مقابل حق تسلیمه. کار عقل اینجوریه، عقل هیچ وقت به باطل گرایش نداره. لذاست که یه روایتی رو آقا امام حسین نقل میکنن از جد بزرگوارشون رسول اکرم، که این روایت مفصله. بنده از عزیزان روحانی تقاضا میکنم این روایت رو مراجعه کنید، معان الاخبار مرحوم شیخ صدوق صفحه 313. خیلی روایت عجیبه، من یه تیکش رو برای شما میخونم. امام حسین علیه السلام فرمود جد بزرگوارم رسول اکرم فرمود که خدا وقتی عقل رو خلق کرد، فقال رب تبارک و تعالی، پروردگار تبارک و تعالی یه نگاه به این مخلوق کرد، به این عقل کرد، بعد با این عقل یک صحبتی کرد. صحبتش این بود و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا احسن منک ولا اطوع لی منک ولا ارفع منک ولا اشرف منک ولا اعز منک فخر العقل عند ذلک ساجدا و کان فی سجوده الف عام. خدا یه نگاه به عقل کرد، گفت ای عقل به عزت و جلالم قسم من هیچ موجود رو زیباتر از تو نیافریدم، تو مطیع‌ترین موجودات در مقابل من خدایی، هیچ موجودی رو بالاتر از تو، شریفتر از تو، عزیزتر از تو، قیمتی‌تر از تو نیافریدم. وقتی که عقل این جملات رو از خدای تبارک و تعالی شنید به سجده افتاد و هزار سال در سجده بود. هزار سال در سجده بود عقل. اما برعکس شما ببینید، امام صادق میگه بعد از این که عقل رو آفرید، خدای متعال جهل رو آفرید.
پس جهل در وجود ما اصالت نداره، یه وجود طبعیه. بناء خلقت ما بر عقلانیت از مردم، نه بر جهالت. ویژگی دومش اینه، فرمود عقل جهل رو از یک دریای تاریک و تلخ آفرید. خیلی عجیبه، تاریک و تلخ. تاریک و تلخ یعنی چی؟ مقتضای این مطلب اینه، جهل کارش اینه، این مخلوقی که در باطن ماست اونم شعور داره، کارش این است که چشم حقیقت بین آدم ها رو کور میکنه. ظلمانیست، ظلمت محض است جهل. آدم رو کر میکنه، فهم آدم رو میگیره، شعور دیدن و درک حقایق رو میگیره، انسان رو قلق در ظلمتها و تاریکیها میکنه. و خصوصیت سومش هم اینه که جهالت دائما ملازمه با باطله، برخلاف عقل یک لحظه از باطل جدا نمیشه. همچنان که عقل دائما انسان رو به حق، حق یعنی مولا، حق یعنی خدا، حق یعنی پیغمبر، حق یعنی امام معصوم خواهم گفت به شما، دعوت میکنه، جهالت هم به عنوان یک مخلوق باطنی مرتب انسان رو به باطل دعوت میکنه، به گناه، به معصیت، به لذتهای حیوانی، به حرص، به دنیا، به طمع، به هر چیزی که انسان رو به جهنم میبرد، جهل انسان رو به اون دعوت میکنه. و این جنگ دائما در باطن بشر هست. خب این معناش. دو تا نکته فوق العاده مهم اینجا میخوام خدمت شما عرض کنم و من تقاضا میکنم عزیزان من، مخصوصا به نکته دوم من خیلی عنایت کنید. بینندگان عزیز، بالاخص جوانها، حوزویها، دانشگاهیها، به عرائض برادر کوچکتون خیلی عنایت کنید. نکته اول که سریع ازش میگذرم اینه، برادران عزیز، ما 100 تا موجود مرموز باطنی در وجودمون نداریم. اون شعور مرموز باطنی که ما رو دعوت به باطل میکنه، دعوت به تواقید میکنه، دعوت به جهنم میکنه، دعوت به گناه میکنه، از اون جهت که تاریک است بهش میگن جهل، یه حقیقت. از اون جهت که انسان رو امر میکنه به بدیها، دعوت میکنه به بدیها، میل به بدیها رو در وجود انسان ایجاد میکنه، بهش میگن هوای نفس، بهش میگن نفس اماره. پس فکر نکنید نفس اماره غیر از جهل است، همونه. از اون جهت که انسان رو دعوت میکند به چیزایی که لذت حرام داره، لذتهای حیوانی، لذتهای شهوانی، بهش میگن شهوت. پس بیدید یه حقیقت است، هوای نفس و نفس اماره و شهوت و جهل و همه اینا یه حقیقتی است در باطن ما، که هر کدام از اینها برای خودشون به قول امام صادق سربازانی دارن. عقل سربازانی داره، جهل سربازانی داره. فرمود اگه میخوای هدایت بشی، برو سربازهای عقل و جهل رو بشناس. این یه نکته. اما نکته فوق العاده مهم که من لازم این نکته رو در زمانی که داریم زندگی میکنیم تذکر بدم به عنوان کسی که بر منبر پیامبر نشسته، این است که چرا در روایات ما جهل در مقابل عقل قرار گرفته نوعا، نه علم. چرا؟ آیا این سری داره؟ آیا این حکمتی داره؟ بله سر داره. حکمتش هم اونقدر مهم است که خدا می داند همه علما، همه دانشمندان، همه طالبان علم، چه علماء دین، چه علماء غیر دین، چه حوزویان، چه دانشگاهیان، چه دانشجویان، چه طلاب، باید به این مطلب عنایت داشته باشند. و اون مطلب اینه
که عزیزان من، اگر خدای ناکرده انسان با کارهایی، با رفتارهایی، با صفاتی، با صفات رذیله، با طمع، با حرص به دنیا، با گناه، چراغ عقل رو در وجود خودش خاموش کرد و جاهل شد، این روایات میخواد بگه دیگه اون علم و سوادش به داد او نمیرسد، دیگر اون علمت برات نفعی نداره، دیگر اون دانش به حال انسان سودی نداره،